عزیزان و همراهان همیشگی سلام، با افق نو از بخش فارسی صدای آمریکا با شما هستیم با موضوع اینترنت، شبکه‌های مجازی و کنش‌های اجتماعی در ایران. تغییر در سبک زندگی و نگرش انسان‌ها پس از جهانی شدن اینترنت و ارتباطات دیجیتالی دیگر قابل انکار نیست. تأثیرات گسترش شبکه‌های همگرای جهانی رو در فراخی وسعت و جنس اندیشیدن، در تغییر رفتار و عادت‌های فردی و اجتماعی و حتی در دگرگونی روابط کلان سیاسی و اجتماعی در گستره بین الملل می‌توان دید. اینترنت اما در ایران با همه کاربرداش بستری شده برای ایجاد ارتباطات مجازی که در دنیای واقع امکانش یا نیست و اگر هم هست نتیجهش مطلوب نیست. پیشتر در ایران محافل نقد ادبی، گرد همایی‌های سیاسی و حتی کنش‌های اجتماعی در بستر جامعه اگر باب میل سیستم قدرت نبود، نتیجهش سرکوب فیزیکی، زندانی کردن و یا در بهترین حالت روبرو شدن با واژه آشنای ممنوع بود. اما امروزه به اقتضای شرایط زمان و مکان، شهروندان ایرانی در کنش به بسیاری از رخدادها به صورت نسبی هم‌آوایی‌های مدرن مجازی رو به گرد همایی‌های خیابانی و محفلی ترجیح داده و صفحات اجتماعی و شبکه‌های مجازی رو به عنوان راهکاری جایگزین برای مطالبات و طلب خواسته‌های خودشون به کار بستن. با این توضیحات در برنامه امشب افق نو می‌پرسیم هشتگ‌ها، طوفان‌های توییتری و یا کمپین‌های فیسبوکی با موضوعات خاص چقدر در تغییر رفتار و نگرش صاحبان قدرت در ایران تأثیرگذار بوده؟ آیا شبکه‌های ارتباطات مجازی جایگزین گرد همایی‌های خیابانی شهروندان ایرانی در طلب مدنی خواسته‌هاشون از سیستم حاکم شده، یا اینکه شبکه‌های مجازی تنها بستر فراخوان و آگاهی‌اند؟ شهروندان ایرانی چقدر به فرمول‌ها، قوانین و فرهنگ شبکه‌های مجازی تسلط دارند و به اون پایبندند؟ صاحبان قدرت در ایران تا چه اندازه به قوانین بین‌الملل در حوزه اینترنت تمکین می‌کنند؟ سانسور و محدود کردن آزادی‌های بهره گرفتن از اینترنت در ایران نسبت به کشورهای دموکراتیک در چه جایگاهیه؟ و دست آخر اینکه اینترنت و شبکه‌های ارتباطات مجازی برای کاربران ایرانی تهدید یا یک فرصت؟ با ما باشید. خب عزیزان بیننده، اجازه بفرمایید خوش آمد بگم به میهمانان برنامه، خانم مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار از نیویورک و آقای رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز از پاریس پایتخت فرانسه با ما. طبق روال همیشگی برنامه این توضیح رو نیز اضافه کنم که ما در افق نو به حسب موضوعات از کارشناسان محترم دعوت به حضور می‌کنیم که نظر این عزیزان الزاماً همخوان با نظر صدای آمریکا نیست. خانم علی نژاد اجازه بفرمایید با شما آغاز کنم. شما به حسب فعالیتاتون از طریق شبکه‌های مجازی و صفحات اجتماعی با کاربران ایرانی در ارتباط هستین. لطفاً از تجربه خودتون به ما بگید که فضای مجازی چقدر در ترویج یک هنجار یا نهی از ناهنجارهای سیاسی و اجتماعی موثره؟ سلام میکنم هم به شما، هم به مخاطبان خوب برنامه‌تون و هم به مهمان عزیزتون آقای رضا معینی که من به عنوان پدر یتیمان ازشون یاد میکنم، به این دلیل که هر وقت روزنامه‌نگاری در ایران زندانی شد ما از طریق همین اینترنت خبر رو به اطلاع ایشون میرسوندیم و اون خبر جهانی میشد از طریق سازمان گزارشگران بدون مرز. و همین نشون میده که در واقع اینترنت حالا الان اگرچه گسترش پیدا کرده از طریق شبکه‌های مجازی، ولی همیشه یک روزنه ای بوده در کشوری مثل ایران که اطلاعات طبقه بندی شده در اختیار افکار عمومی قرار میگرفت تا بتونن سانسور رو بشکنن، که هر چقدر روزنامه‌نگارا زندانی بشن، فعالان سیاسی زندانی بشن، خبر رو نمیتونستن زندانی بکنن و الان هم به همین شکله. ولی از منظر اینکه آیا اینترنت و یا شبکه‌های اجتماعی میتونه نقش راهپیمایی‌ها و تجمع‌هایی رو بگیره که شما در ابتدای گزارشتون و سوالاتتون عنوان کردین، باید تاکید بکنم یک تحلیلی وجود داره که اینترنت پتانسیل اعتراض مردمی رو
میکشه و تبدیل میکنه به یک حرکت بی اثر در فضای مجازی. من کاملا با این مخالفم، به این دلیل که بر اساس تجربه شخصی خودم، موضوعی که در ایران همیشه موضوع پیش پا افتاده‌ای بوده و میگفتن دغدغه اصلی نیست، مثل موضوع حجاب، از طریق شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده به موضوعی که الان دیگه یواشکی نیست، دیگه یک موضوع بی اهمیت نیست، دیگه در مورد هویت و کرامت انسانیه و به گوش تک تک مسئولان رسیده. از کجا رسیده؟ از طریق همین کمپین‌های فیسبوکی. از زمانی که من آزادی یواشکی رو راه انداخته بودم، یادم هست عکسایی که منتشر می‌شد از پشت سر بود، کنار کوه و دریا بود، ولی الان از طریق چهارشنبه‌های سفید اعتراضایی که در آنلاین بوده، در از طریق همون شبکه سازی که توی فیسبوک صورت گرفت و 1 میلیون فالوور و مخاطب داشت این کمپین، الان تبدیل شده به اینکه این آدم‌ها همدیگر رو در خیابان پیدا می‌کنن و وقتی که همدیگر رو پیدا میکنن و متحد میشن، قدرت بیشتری پیدا میکنن، در واقع توانمند میشن برای اینکه صدای سانسور شدنشون رو بیشتر بلند بکنن. و میبینید که این صدا از طریق تلویزیون جمهوری اسلامی شنیده شده، علیه کمپین گزارش تهیه شده، آقای روحانی در فرانسه از طریق 2 خبرنگار مورد پرسش قرار میگیره فقط به واسطه عکسی که زنی در شبکه اجتماعی منتشر کرده در کمپین آزادی یواشکی. آقای ظریف مورد چالش قرار میگیره در پاریس از طریق یک زن سیاستمدار، چرا؟ به خاطر کمپینایی که در همین فضای مجازی شکل گرفته. بنابراین فضای مجازی و اینترنت یک جای دور از زندگی ایران نیست، یک روزنه است، یک پنجره است برای تمامی انتقادات سانسور شده، برای تمامی صداهای سرکوب شده که بتونه از طریق این روزنه به نهادهای قدرت برسه و سوالهای اصلی جامعه مطرح بشه. همین اخیراً آقای خاتمی، احمد خاتمی، عنوان کرده که حجاب به شکل فاجعه شده الان و باید جلوش رو بگیریم. چرا خانوم‌ها دارن روسریاشون رو تو ماشین‌ها و تو خیابون‌ها بر می‌دارن؟ خب این قدرت زنان رو نشون میده که وقتی در کنار مردان موضوع حجاب رو از طریق اینترنت به خیابون کشوندن و دارن هر چهارشنبه اعتراض می‌کنن، احساس ترس ایجاد میشه در دل تصمیم‌گیران. و از طرفی مثلا من میبینم که در گذشته همه ما این تجربه رو داریم که توی خیابون وقتی جلوی ما رو میگرفتن، گشت ارشاد تا زنان که باورشون اینه که باید در زندگی شخصی و انتخاب شخصی ما دخالت بکنن، این فقط ما رو افسرده و غمگین میکرد. ولی شما الان ببینید ویدیویی که یک زن گرفته از خودش با همون موبایل خودش که به مثابه یک اسلحه در واقع هست برای افشای خشونت، در اختیار هر شهروندی هم قرار داره، از یک زن چادری فیلم تهیه میکنه که داره فحش‌های بد و ناسزا و توهین میگه به این خانم که شما چرا حجاب ندارید. این ویدیو انقدر در سطح کلان از طریق همین کمپین چهارشنبه سفید پخش شده، توی برنامه خود تبلت هم حالا پخش میشه، شما میتونید ببینید که چطور گفتگو ایجاد کرده. 7-8 هزار کامنت زیر ویدیو اومده و در تمامی شبکه ها پخش شده. این گفتگوها هیچ وقت تریبون آزادی رو در داخل ایران پیدا نمی‌کنه که در موردش بحث و گفتگو بشه. برای من فقط جنبندی می‌خواستم این باشه که سوالی که شما باز کردید اینه که فضای مجازی فقط یک پلتفرم هست برای بیان اعتراضاتی در فضای حقیقی وجود داره. یعنی پس شما خانم علی نژاد معتقدین که صفحات مجازی یا شبکه‌های مجازی، صفحات اجتماعی اون انفعال رو باعث انفعال در جامعه نمیشه؟ این اعتقاد رو نه تنها ندارم، تجربه های شخصی به من این رو میگه که وقتی موضوعاتی مثل کشته شدن در واقع معترضان در خیابان در سال 88، اعدام های فرعی، همه این موضوعات ابتدا از طریق اینترنت بیان میشه، علنی میشه، مردم همدیگر رو پیدا میکنن و در خیابان، در عرصه های اجتماعی و در جاهایی که حضور عینی میتونن داشته باشن، قدرتمندتر و توانمندتر کنار هم دیگه و شونه به شونه هم دیگه میستن. سپاسگزارم خانم علی نژاد. به شما برمیگردیم. آقای معینی، سازمان گزارشگران بدون مرز که شما مسئول بخش ایران اون هستید، سال گذشته گزارشی در مورد محدود کردن آزادی های اطلاع رسانی و دسترسی به اینترنت منتشر کرد. جایگاه ایران در مقایسه با کشورهای دموکراتیک چه بود؟ سلام بر شما و بینندگان ارجمند برنامه افق نو و سلام ویژه به مسیح علی نژاد عزیز که همیشه کنشگر و کوششگری خستگی ناپذیره. گزارشگران بدون مرز از حدوداً 10 سال پیش روزی رو
پیشنهاد کرده که با چندین سازمان بین المللی دیگر به همراهی هم در روز 22 اسفند 12 مارس روز جهانی مبارزه با سیبرسانسور نام نهاده. در این روز در اصل گزارشی از چگونگی استفاده از آزادی بیان بر روی اینترنت ما منتشر می‌کنیم که بستگی به وضعیت آن سال افزون بر کشورهایی رو که بررسی می‌کنیم، یک موضوع خاصی هم اگر باشه به اون می‌پردازیم که گزارشی رو که شما بهش اشاره کردین در سال گذشته به همراهی بخشی از نهادهای بین المللی و گاه سازمانهای تجاری در رابطه با رصد، شنود و در اختیار کشورهای دیکتاتوری قرار دادن این ابزار و نرم ابزارها برای کنترل و رصد و شنود و گاهی وقتها هم اخلال در سیستم ارتباطاتیه. ایران از جمله 13 کشوریه که سازمان گزارشگران بدون مرز آنها را از سالها پیش به نام دشمنان اینترنت نامگذاری کرده. دشمن اینترنت یعنی کسانی که یا کشورهایی که به شکل جدی اینترنت رو سانسور میکنند، به شکل جدی در رابطه با آزادی بیان و آزادی اینترنت، آزادی دسترسی به اطلاعات بر روی اینترنت اخلال به وجود می آورند و عملا شهروندان را به نوعی محروم می کنند از آزادی و از اطلاعات و از حق دانستنی که بر روی اینترنت است. سپاسگزارم آقای معینی. برمی گردیم به شما. خانم علی نژاد، اصطلاحاتی مثل هشتگ ها، طوفان های توییتری و یا کمپین های فیسبوک، این اصطلاحات با موضوعاتی خاص، حالا شما اشاره کردید به اون کنش های یا کنش مقامات نسبت به این اتفاقات، آیا تأثیر کلانی در رفتار و نگرش صاحبان قدرت در ایران گذاشته؟ آیا شما تجربه‌ای دارین که اشاره بکنید؟ بله، اتفاقا پرسش های انتقادی خیلی خوبی رو مطرح میکنید. مثلا همین بحث هشتگ هایی که شکل میگیره، خیلی ها این باور رو دارن که اگر در اینترنت همه پتانسیل اعتراض خلاصه نمیشد و فقط از طریق یک هشتگ توجه مسئولین و کسانی که در قدرت هستن رو جلب به نقض حقوق بشر نمیکردن، ممکن بود اینها یک جایی سر باز بکنه و تبدیل به اعتراضات خیابانی بشه. پرسش من در واقع از منتقدان همینه که در مورد مثلا موضوعی که خب من در مورد تجربات خودم حرف زدم، حجاب اجباری، ما کجا یک اعتراض خیابانی داشتیم به جز بزرگترین راهپیمایی که بعد از انقلاب شکل گرفت و به اون شکل سرکوب شد. مستلزم این هست هر گونه اعتراض خیابانی که اول آگاهی سازی صورت بگیره، اول شهروندان احساس قدرت بکنن، احساس اثرگذاری بکنن و تا یک چشمانداز روشنی نبینن هرگز خیابان رو بر نمیگذینن. به چه دلیل من این رو میگم؟ به این دلیل که وقتی تجمعاتی برای مادر ستار بهشتی، وقتی برای فرزند خودش مراسم و برنامه میگیره، یا دیگر کشته شدگانی که بچه هاشون رو از دست دادن، وقتی که اعلام میکنن که در فلان تاریخ برای مردم اعلام آمادگی میکنن که میخوان مردم رو ببینن، چه تعداد مردم اونجا حضور پیدا میکنن؟ تعداد اندکی اونجا حضور پیدا میکنن. و خود خانم نسرین سپیده وقتی که مقابل دادگستری اعتراض میکنه، میسته شجاعانه مثل مادر ستار بهشتی، شجاعانه و فردی اعتراض میکنه، چه تعداد مردم کنار اونها قرار میگیرن؟ تعداد اندکی قرار میگیرن. پس این نقص در واقع ایراد از فعالان اینترنتی، فعالان حقوق بشریه. این ایراد منه که نمیتونم توجه بیشتری از افکار عمومی رو به مباحث نقض حقوق بشری جلب کنم. بنابراین به جای اینکه انگشت اتهاممون رو به سمت مردم بگیریم که چرا مردم منفعل هستن، باید این شور انگیزه، مطالبه محور بودن، پرسشگر بودن و حق‌خواهی کردن رو در افکار عمومی زنده کرد. از چه طریق میشه این کار رو کرد؟ روزنامه‌نگاران داخل ایران که سانسور میشن، حذف میشن، کسانی که هر گونه اعتراض و تجمع خیابانی برگزار بکنن یا حتی تبلیغ بکنن که ما ضد حجاب اجباری هستیم، شون برخورد سیاسی میشه. در داخل ایران هیچ کسی نمیتونه در مورد وضعیت زندانیان رجای شهر، در مورد وضعیت مادر ستار بهشتی، در مورد وضعیت نسرین سپیده یا همین زندانیانی که برای فعالیت در اینترنت بازداشت شدن، هیچ خبری شما در رسانه‌های داخل ایران نیست. بنابراین وظیفه کمپینرها و فعالان حقوق شهروندی و فعالان حقوق بشره که
از طریق اینترنت روزنه رو باز بکنن که مردم همدیگر رو پیدا بکنن و گفتگوی آزاد ایجاد بشه. اما خانم علی نژاد، خب مردم به عنوان موافق و مخالف خیلی وقتا در فضای مجازی رو در روی هم قرار میگیرن. شما خب تجربه خوبی دارید در آزادی‌های یواشکی، شما منتقدین رو هم داشتید. آیا منتقدین باعث انفعال یا کمرنگ شدن اون انرژی هایی که باعث کنش های هدایت شده میشه باعث نمیشه که انرژی ها افت بکنه؟ اتفاقا خیلی سوال خوبی رو پرسیدین. پیش از من و قبل از من کسانی که فوش میخوردن و در واقع سعی میکردن امید و انگیزش رو ازشون بگیرن مهمان برنامه شما آقای رضا معینی، سوال ها پیش از ما به عنوان جاسوس، به عنوان ضد انقلاب، به عنوان کسانی که علیه اهمیت ملی کشور هستن سیاه نمایی میکنن، این آدم ها رو میشناختن، کسانی که فقط میخواستن صدای روزنامه نگاران زندانی شده باشن. پس بنابراین حاکمیت همیشه این کار رو میکرد. در فضای عمومی هم همینطور بود. در خیابان مردم که حق خودشون رو از حکومت نمیتونن بگیرن، مردم خسته و زخمی هستن که گاهی پنجه بر سوست هم میکشن تو کوچه و خیابون، فحاشی میکنن، از کمر تا کمر از ماشین میان بیرون، فوش میدن تو خیابون، مسلط میگن به دخترها، آزار کلامی میرسونن. اینها چیزایی بوده که وجود داشته. من اولین هم نیستم، آخری هم نخواهم. فضای عمومی فقط این رو عینی و علنی کرده و چه بهتر، چون یک دوران گذار هست و وقتی شفاف و علنی باشه در مورد گفتگوی بیشتری صورت میگیره. بنابراین من بارها آره غمگین شدم از فوشایی که شنیدم، از زخم زبانها، تهدیدها، از اینکه جای خانمی رو در ایران بلند میکنم انقدر بهش پرسیدن که اون خانم میترسه. من از این فضا استفاده میکنم که با صدای بلند بگم از واژه‌هایی مثل فاحشه، از واژه‌هایی مثل زن خراب، از واژه‌هایی مثل جاسوس و وطن فروش نترسیم. و اتفاقا این کلیدی که این فضا رو به ما داده که قدرتمندتر در مورد حمله هایی که حکومت میکرد یا آزارها و مطالبات خیابانی در موردش حرف بزنیم و باورمندتر اعتراض بکنیم و آگاهتر. سپاسگزارم خانم علی نژاد. آقای معینی، صاحبان قدرت در ایران، حاکمان، تا چه اندازه قوانین بین الملل در حوزه اینترنت رو رعایت میکنند؟ تجربه شما و تحقیق شما چیه؟ من اگر اجازه بدید یه نکته رو در رابطه با انسان و ابزار که همین به اصطلاح اینترنت باشه خدمتتون بگم. واقعیت اینه که نمیشه بر هر دو جنبه یک تأکید یک جانبه داشت. من فکر میکنم ما به یاد دارم در گزارشی که در نخستین سال جنبش بهار عربی نوشتیم و گزارش دادیم، سازمان گزارشگران بدون ما تنها سازمانی بودیم که بر این مسئله تأکید کردیم، علی رغم رسانه‌ای شدن این موضوع که موتور محرک فیسبوک بود، توییتر بود و دیگر شبکه‌های اجتماعی. ما تأکید کردیم که اینها همه درسته، اما در پس و پشت این به اصطلاح فناوری انسان قرار داره و این انسان ها بودن که در خیابان ها اومدن. من فکر می کنم که همین امروز که داریم ما با هم صحبت می کنیم، دومین روز اعتصاب کارگران عراق و تنها رسانه ای که داره در این رابطه صحبت می کنه، تنها امکانی که هست در این رابطه صحبت کرد، اینترنت و به نوعی توییتر بوده که بخشی از فعالین این مسئله رو ترک کردند و دارن پیش میبرن. چندین مثال دیگر رو خانم علی نژاد گفتن، ولی یک نکته مشخص باید روی اون تاکید کرد که یک رابطه متقابل میان این دو هست. بدون شک زمانی که رادیوهای خارجی گوش داده میشدن خودش نوعی مقاومت بود، خودش نوعی ایستادگی بود. اینکه نپذیرفتن تک صدایی و تنها صدای یک حاکمیت اتوریتر و در اصل اقتدارگرا که میخواست تنها یک صدا، صدای خاکستری رو برسونه، خب این به نوعی آن بود. ضمن آنی که در جامعه مدنی آن جایگاهیه که گرهگاه‌های جامعه در اونجا کاشته رسته میشه و مورد بحث قرار میگیره و به فرایند دیگری فرارویده میشه. بنابراین من فکر میکنم این ابزارها در خدمت یک حرکت اجتماعی هستند، میتوانند در بسیاری از مواقع مثل بسیاری از فناوری های دیگه مورد استفاده غلط و نادرست هم قرار بگیرن. با این تفسیر من باید بگم خدمتون که متاسفانه ایران با توجه به جامعه پویا، با توجه به این نفوذ و ضریب نفوذی که اینترنت در ایران و این فناوری داره، نمیتوانند و در حدی نیستند که بتوانند از این انرژی استفاده کنند. وحشت آنها هم
علارغم همه بهانه هایی که میارن، یکی آن است که اساساً درک درستی از جامعه جوان ایران ندارند و نمیتوانند داشته باشند. ما امروز بالاترین و عالیترین ارگانهای هدایت ایران، ارگانهای پدربزرگا است و اینها هستند که تصمیم میگیرند. مجلس خبرگان متوسط سنشون تقریبا میتونم بگم 58-59 بوده، یه همچین چیزی. کمترین جوانترینشون در این سنه، وای به حال 91-92 سال. و دیگر ارگانها هم به همین شکل. اینها نمیتوانند، این درک رو ندارند، این درکی که دارند از اینترنت، همان چیزی که یکی از همین آقایون فرمایش کرده بود که در اینترنت چت میکنند. منظورش این نبود که گفتگو میان من یا دیگری باشه، منظور آن بود که حریم‌های جامعه رو، یعنی همان روابطی رو که تحمیل کردن به زن و مرد در این جامعه، آن را نادیده میگیرند. بنابراین یک بخش اینه، بخش دیگری هم اما تناقضیه که در همین حکومت هست. یک سو حکومت کاسبکاری که به دنبال سود، افزایش درآمده، از سوی دیگر توان و ظرفیت پذیرش آزادی رو نداره. به این عنوان ما شاهدیم در دهه 70، اواخر دهه 70، بیشترین سرویس های خدمات دهنده اینترنت در دست کی بود؟ در دست مامورین اطلاعاتی، یا در وزارت اطلاعات، یا جدا شده از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، در دست آنها بود که این به اصطلاح شرکت ها رشد کردن و اینترنت میدادن. خب اینا چیکار میکردن؟ از یک سو یا میبایست خودشون سانسور میکردن که بعدا درآمدی نبود، از سوی دیگر میبایست باز میکردن. خب این یکی به نل یکی به میخ، از آن موقع تا الان که واردات میلیاردی دارن صادر میکنن. دو سال پیش ما گزارشی دادیم در رابطه با وضعیت اینترنت در ایران، در آن تاکید کردیم علارغم تحریم هایی که بود، متاسفانه تحریم هایی که بود باید بگم، اما همزمان با همون تحریم ها میلیاردها وسایل الکترونیکی، انفورماتیک و کامپیوتر و موبایل از دبی گرفته تا چین و کشورهای دیگر جمهوری اسلامی وارد میکرد. کی اینها رو وارد میکنه و کی سود سرشار اینها رو به جیب میزنه؟ اینجا یک تناقض، من از خود ادبیات دوست ندارم، ولی از ادبیات خود آقایون بخوام استفاده کنم، یک نفاق، یک منافق بودنیه که از یک سو این سود و سرشار رو دارن برای خودشون، از سوی دیگر یک تبعیض دیجیتالی، یک تبعیض رقمی، یک آپارتاید دیجیتالی رو بر اکثریت مردم ایران تحمیل میکنن. من با این تموم کنم که اگر توییتر ممنوع و حرام و غیر شرعی است، چرا تمام رهبران جمهوری اسلامی حساب توییتری دارند؟ اگر نمیتوان از این وسیله استفاده کرد، چگونه است که مسئولین تراز اول، آقازاده هایشان از این وسیله، از این ابزار، از این امکان استفاده میکنند، چه برای تبلیغات یک سویه و یا چه حرفای خودشون؟ اما بخش عمده جوان این مملکت از همین امکان سپاسگزارم. سپاسگزارم آقای معینی، خانم علی نجات، سپاسگزارم که ما با بودید. از شما بینندگان هم ممنونم که همراه ما بودید در افق نو امشب. با صفحه فیسبوک و ایمیل با ما در ارتباط باشید. تا افق نو دیگر بمانید در خوبی و خوشی.